دوم نوامبر از سال 2013 از سوی سازمان ملل به عنوان روز جهانی امنیت خبرنگاران و اصحاب رسانه معرفی شده. همزمان با فرارسیدن دوم نوامبر، آنتونیو گوترش گفته که کشورها باید محیط امن برای خبرنگاران ایجاد کنند تا آنان بتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند. گوترش در ایکس نوشته، آزار و اذیت خبرنگاران به ویژه زنان به عنوان ابزاری برای خاموش کردن آنها استفاده می شود. علی اکبری گزارش می دهد. پس از آنکه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2013 دوم نوامبر به عنوان روز جهانی امنیت خبرنگاران و اصحاب رسانه تصویب شد، همه سال در این روز به معضل نبود امنیت در شغل ژورنالیسم پرداخته می شود. نه تنها در زیست مدرن و امروزی آگاهی و میل به بیشتر دانستن در تمامی امور شاخص بسیار مهمی محسوب می شود، بلکه در مبانی اسلام علوی و آموزه های اهل بیت علیهم السلام هم شهروندان دارای حق دانستن و اطلاع و متعاقباً حق نقد حاکم هستند. انسان عصر مدرن بدون آگاهی از اطراف خود و گذشته و حال و آیندهش گویی تنها و بیکس در صحرای خشک و بی آب و علف با چشم و گوش بسته رها شده باشد. اما از سوی دیگر اگر خبرنگاران و اصحاب رسانه از آزادی و امنیت لازم برخوردار نباشند و همواره مورد تهدید و ارعاب و کشتار، حبس و تغییر شغل قرار بگیرند، نمی توانند آنطور که باید و شاید به وظایف خود عمل کنند و فرایند آگاهی رسانی مختل و متقابلاً شهروندان ابزار لازم برای انتخاب درست و عمل شهروندی مسئولیت پذیرانه را نخواهند داشت. اغلب کشورهای عربی و اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا در صدر کشورهایی هستند که نظام‌های حاکم در آن کشورها از مخلین آزادی و امنیت خبرنگاران محسوب می‌شوند. شاخص آزادی و امنیت خبرنگاران و به تعبیری مسئله ختم پیگرد و معافیت خبرنگاران از مجازات از شاخص‌های مهم توسعه سیاسی و اجتماعی جوامع روبه رشد محسوب می شود. هرچه خبرنگاران و اصحاب رسانه در نقد نظام‌های سیاسی حاکم آزادانه تر و با امنیت و آسایش بیشتر عمل نمایند، اولا مانع از رشد فساد در آن کشور می شوند و ثانیا حاکمیت ها با تمرین تحمل نقد پذیری فرایند اصلاح و نقد را از درون نهادینه نموده و از بحران های اجتماعی حاصل از انفجار اعتراضات و بروز خشونت و تخریب زیرساخت ها و آشوب ها جلوگیری می کنند. علی اکبری، اخبار شیعه. برای صحبت بیشتر در این باره سراج الدین میردامادی، روزنامه نگار از فرانسه، به ما پیوسته. سلام، خوش آمدید به برنامه. آقای میردامادی، چرا در کشورهای مدعی اسلام شاخص امنیت و آزادی خبرنگاران و اصحاب رسانه از وضعیت نامناسبی برخوردار است؟ با سلام خدمت جنابعالی و مخاطبان اخبار شیعه شبکه امام حسین علیه السلام، خدمتتون عرض کنم که کشورهای اسلامی عموماً از نظام‌های غیر دموکراتیکی برخوردارن که نگاهشون به رسانه و خبرنگاری و ژورنالیسم یک نگاه در واقع ابزاری است برای تایید سیاست‌های خودشون، نه یک نگاهی که یه ابزاری باشه برای ارتقاء سطح آگاهی رسانی. و چون مدعی اسلام هستند و از حقیقت اسلام هم به دور هستند و از اسلام علوی و حقیقت معارف متعالی اهل بیت هم به دور هستند، همواره اسلام یک تابلو و یک نمادی برای این نظام ها بیش نیست و ابزار سرکوب و تحمیق و در واقع تحمیل و زور هستش و اسلام علوی و اسلام حقیقی در روششون که آگاهی دادن هستش و حق دانستن شهروندان هستش رو با این نگاه به روزنامه‌نگاری و امنیت و آزادی خبرنگاران و اصحاب رسانه نگاه نمی‌کنن.
بله. نقش امنیت و آزادی خبرنگاران در تخلیه انرژی اعتراضات جامعه چیست؟ در جوامعی که رسانه‌های آزاد وجود دارند که اونجا هم البته آزادی مطلق نیست و در مواردی نقض غرض میشه، ولی به نسبت امنیت و آزادی خبرنگاران و اصحاب رسانه و مدیا وجود داره، در اونجا اعتراضات توسط رسانه‌های آزاد انعکاس پیدا میکنه و بخش‌های معترض جامعه احساس میکنه که یه منفذی برای اینکه صدای خودش رو به حاکمیت برسونه وجود داره و صدای معترض خفه نمیشه و شنیده میشه، دست کم شنیده میشه. ممکنه به این اعتراض عمل نشه ولی این صدا واگویه میشه، انعکاس پیدا میکنه در عرصه جامعه و این نقش مهم رسانه آزاد هستش که در سایه امنیت و آزادی خبرنگاران و ژورنالیسم چنین انرژی در جامعه تخلیه میشه و منجر به، همونجور که در مقدمه شما بود، منجر به تخریب، منجر به خشونت، منجر به انباشت این انرژی نمیشه و یک به گونه یه سوپاپ اطمینانی هستش که این انرژی تخلیه بشه و این صدا به طبقات بالای جامعه، یعنی حاکمان جامعه، رسونده بشه. در واقع این رسوندن این پیام اعتراضی و خشم اجتماعی و اعتراضی طبقات جامعه، به ویژه طبقات فرودست جامعه، یک کار ویژه بسیار مهمه خبرنگاران و اصحاب رسانه است که اگر آزادی و امنیتی وجود نداشته باشه چنین کارویژه‌ای نمیتونه عملیاتی بشه و سرمنزل مقصود برسه. آقای میردامادی، چگونه ارتقای شاخص امنیت و آزادی خبرنگاران و اصحاب رسانه منجر به برچیده شدن فساد اقتصادی در جامعه میشه؟ خب یکی از مهمترین کارکردهای رسانه‌های آزاد و مستقل که اون هم باز در شاخص امنیت و آزادیشون خیلی مهمه، چون بسیاری رسانه ها وجود دارن که در واقع در سایه نظام های سرکوبگر و نظام های تمامیت خواه اسمی از رسانه دارن ولی کار کرد و کار ویژه اصلی رسانه رو ندارن. یکی از مهمترین کار ویژه های رسانه ها همین هستش که نور بتابونند و تاریک خانه ای وجود نداشته باشه و جلوی فساد رو بگیرن و مفسدین اقتصادی، رانت خاران، کسانی که زد و بند میکنن، کسانی که مقررات رو دور میزنن، کسانی که دستگاه قضایی و دستگاه امنیتی یا اونها رو نمیبینن یا کم میبینن، این رسانه ها هستش که ذره بین بردارن و روی اون نقاط فاسد بیاندازن و اونها رو چند برابر حتی درشت کنن، حتی اگر بزرگ نمایی هم بکنن درباره یه فساد کوچک. این خودش باز کارویژه منصفانه و عادلانه یک رسانه هستش که وقتی اینها بزرگ بشه و اهمیتشون برجسته بشه که این نگرانی هستش که این فساد ممکنه، این لکه فسادی که در یک بافت اقتصادی و مالی و یا گوشه ی دولت و در پی رانتخاری و فساد ایجاد شده، اگر این جلوش گرفته نشه و اگر حساسیت اجتماعی ایجاد نشه و اگر نهادهای واسط بین مردم و حکومت وارد نشن و رونا حساسیت نداشته باشن، این لکه ها ممکنه بزرگتر و بزرگتر بشه و کل بدنی حاکمیت و بدنی اقتصادی جامعه رو بگیره و این کارکرد مهم فساد ستیزی رسانه های آزاد و مستقل هستش. خیلی ممنونم از حضورتون در این برنامه، آقای سراج‌الدین میردامادی، روزنامه‌نگار از فرانسه.